سنه 29 اپریل در نتیجه بارشات بارانی زیاد و وزیدن شمال سخت در حدود ولایت سغد 14 گکتر زمین کشت پخته 57 گکتر کشت غلدانه از آفت طبیعی ضرر دیدند. در این باره سردار شعبه حالت‌های فوق‌العاده نوحه باباجان غفوروف پدپلکونیک عبدالصمد شریپوف ضمن صحبت تلفنی اطلاع داد. او افزود که در نتیجه فرامدن سیل در دهه چمنزور جماعت دهاتی یووه خسارات جانی به قید گرفتن نشده است، اما چند سر حیوان خانگی نابود شدند. این خط تر چوروی مایده بود، مایده شهروند صدیق و جوروبوی و 57 سر بود مایده کنیدی نوم رحمون ندیه، یک سده یست سر مول مایدی خوشگی سید خودیورون خوشایف با 8 کلومتر قبروی اوهوی نوشوکی دهه چشمه چمنزوری نمود دهه تیووا 4 کلومتر روحی محالی اینو هم اش برطرف کرده شد، هم او خطیوگی نوشوکی برطرف کرده شد، هم روحی بین محالی که روحی محالی دیه هست خورده از طرفی خودگی تخنیکای مهندسی خودگی به نام رحمان ندیف خورده برقرار کرده شد. بنا به معلومات اداره بایتاری تلفات عمومی آفت طبیعی با چوروای خرد شاخدار 65000 سومانی را تشکیل می دهد. در نتیجه شمال سخت در یکچند خوجگی های دهقانی ریشه‌کن شدن درختان میوه دهنده و سایه افکن به قید گرفته شده است. همچنین 20 عدد سیمچوب برقی و 4000 متر ناقل برقی کنده شده است. عاقبت های آفت طبیعی از جانب مقامات های محلی، جماعت و شهرک های منطقه های ولایت و کارخانه برقی ولایت برطرف کرده شده است. و 8 کیلومتر کوبوی او نشوتی از طرف مقامات اجرایی نوعی از کرده و تامین کرده شده برقرار کرده شده. سردار شعبه حالت‌های فوق‌العاده نوحه باباجان غفوروف پدپلکونیک عبدالصمد شریپوف گفت که در نتیجه وزیدن شمال سخت کندشوی بمب‌پوش‌های خانه‌های استقامتی در بعضی از منطقه‌های ولایت به نظر رسید. برای تعمیر بومی حوله‌ها از جانب کارخانه دولتی تاجیک سخورته مبلغ گذاری شده تعمیر گردیده است. این حالت در منطقه‌های جماعت دهاتی خسته‌ورز اسماعیل سومانی اسفیسور به قید گرفته شده است. سردار ریاست کشاورزی نوحه دیوشش کمال یوسوپوف در صحبت تلفنی گفت که در نتیجه بریدن ژاله سخت سنه 2 می 80 گکتر زمین کشت گندم تیرماهی نوحه خسارت دید، چون این حالت در زمین کشت جماعت وحدت و اسماعیل سومانی نیز دیده می شود. کمال یوسوپوف گفت که برای برطرف کردن خسارات به عمل آمده و خواجگی های دهقانی ضرر دیده نوری های مینرالی داده شده است. زمین های ضرر دیده به 4 خوجگی دهخانه انفرادی، خوجگی دهخانه شوهان و قلعه مرزوبای تعلق دارد. دیگر منطقه با همین بالا با که جاله شد سیلش به جماعتی مجون اومد، بعد گرد و اطرافی سایرا که اگر کشت کرده باشن کم کم ضرر رسانید. متخصصان ساحه کشاورزی نوحه دوشش افزودند که بریدن از معیار زیاد ژاله و شدت گرفتن آن به درختان حاصلده از آن جمله یکچند نوع سیب که در جماعت موجود نوحه دوشش پرورش میافتند تاثیر منفی رسانیده است. ما تیزی که این کاربری کردیم با یک در پاروهای ارگانیکی و مینرالی رو وارد کرده از خیلی توصیه ها دادیم به همون خوشگاهی که ضرر دیدن، همون برای که باز هم آورد گرفتن همین پاروها رو تشکیل کردیم. کمال یوسوپوف سردار ریاست کشاورزی نوحه دوشتش ضمن صحبت گفت که باران و ژاله به کشت کارتوشکا ضرر نرسانیده است. همچنین هفته گذشته در نتیجه باران های پی در پی و شمال سخت ریشه‌کن شدن درختان در شهر خوجند نیز به قید گرفته شده است. خاطره‌رسان میکنیم که از سنه 21 اپریل تا امروز بارشات زیاد باران و ژاله در منطقه های ولایت به عمل آمده است. گزارش سید مختار سیدانور برای برنامه اطلاعاتی خبر.